انتخاب پرویز مشرف در سال 1998 از سوی نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان به عنوان فرمانده ارتش این کشور نقطه عطفی در تاریخ پاکستان به حساب می آید. در ابتدا شریف تصور می کرد که پرویز مشرف که در سال 1943 در هندوستان تحت حاکمیت انگلستان متولد شده و پس از تقسیم هندوستان همراه با والدین خود به پاکستان مهاجرت کرده، یک فرمانده ارتش ضعیف است که می تواند اوامرش را به بهترین شکل اجرایی کند. اما تاریخ در پاکستان دوباره تکرار شد. در آن زمان نواز شریف اصلا تصور نمی کرد که در حال تکرار اشتباه ذوالفقار علی بوتو است و قرار از پرویز مشرف هم به یک ضیاءالحق دیگر تبدیل شود. جالب است که منطق بوتو نخست وزیر پاکستان در سالهای 1973 تا 1977 برای انتصاب ضیاء به عنوان فرمانده ارتش پاکستان مانند منطق نواز شریف برای انتخاب پرویز مشرف بود. اما ضیاء بلافاصله بوتو را در یک کودتا برکنار کرد، او را به دار آویخت و خود جایگزین او شد. خیلی زود مشخص شد که پرویز مشرف هم مانند ضیاء است و قصد ندارد صرفاً اجرا کننده اوامر نواز شریف باشد. پرویز مشرف به طور رسمی در 12 اکتبر 1999 با استفاده از اختیارات گسترده خود و با کودتایی رئیس حکومت پاکستان شد. در آن روز تاریخی مشرف که خارج از کشور بود با یک پرواز هوایی بازرگانی وارد پاکستان شد، اما شریف به فرودگاه کراچی دستور داد تا از فرود هواپیمای حامل مشرف جلوگیری کند. اما در یک کودتای تمام عیار فرماندهان ارتش دولت شریف را برکنار کردند و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. هواپیمای مشرف هم که سوختش در حال اتمام بود در نهایت فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. نواز شریف نیز در خانه خود زندانی بود و سپس به تبعید فرستاده شد. یکی از مهمترین رویدادهایی که مسیر و نوع حکومت پرویز مشرف را دستخوش تغییرات بزرگی کرد، رویدادهای کشور همسایه پاکستان یعنی افغانستان بود. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر مشرف علیه دولت طالبان در افغانستان به نفع دولت آمریکا وارد عمل شد. این سیاست مشرف و ارتش آمریکا در راستای غلبه بر رژیم طالبان کمک زیادی کرد و پاکستان تحت رهبری او را به یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده تبدیل کرد. آمریکا که در دهه 1990 کمک‌های مالی خود به پاکستان را قطع کرده بود، مجوز پرداخت 18 میلیارد دلار به این کشور را بین سال‌های 2002 تا 2011 صادر کرد و جورج بوش از مشرف به عنوان مدافع بزرگ آزادی یاد کرد و زندگی نامه مشرف که خودش منتشر کرده بود در سال 2006 در فهرست پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز قرار گرفت. اما علاوه بر تغییر روابط پاکستان تحت رهبری مشرف با آمریکا، عقاید شخصی او هم با رهبران سابق پاکستان تفاوت داشت. مشرف که به واسطه شغل پدرش در ترکیه هم زندگی کرده بود، یکی از طرفداران سرسخت آتاتورک بود و او را اصلاح طلب بزرگ سکولار می‌نامید. او همچنین در زندگی نامه خود نوشته که بسیار به موسیقی راک و مدهای غربی علاقه دارد. علایق شخصی مشرف در نوع حکومتش بر پاکستان هم تأثیر گذاشت. او نام برنامه اصلاح طلبانه خود را اعتدال روشنگرانه گذاشت. رسانه‌های پاکستان در زمان پرویز مشرف به آزادی بی‌سابقه‌ای دست یافتند. موسیقی غربی در این کشور بسیار رونق گرفت و اقداماتی برای محافظت از زنان در برابر اسلامگرایان افراطی انجام داد. پاکستان همچنین در زمان پرویز مشرف ثبات اقتصادی را تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت و بستر برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا شد. او همچنین با همراهی سیاستمداران هندی روند صلح جسورانه‌ای را آغاز کرد که به طور بی‌سابقه‌ای به حل و فصل اختلافات رقبای جنوب آسیا نزدیک شد. با این وجود پرویز مشرف با چالش‌های بزرگی هم مواجه بود. در داخل او به عنوان دست‌نشانده آمریکا شناخته می‌شد و به همین دلیل بارها هدف حملات تروریستی قرار گرفت. دموکراسی و آزادی محدودی هم که با حمایت خود مشرف در پاکستان ایجاد شده بود، بلای جانش شد و به اعتراضات گسترده علیه حکومت او منجر شد. مهمترین مخالفان دموکراتیک او نواز شریف که با کودتای پرویز مشرف از قدرت کنار رفته بود و بی‌نظیر بوتو هم دوباره به مبارزات انتخاباتی بازگشتند.
علاوه بر این تناقضات موجود در موقعیت او، یعنی یک دیکتاتور روشنفکر و رهبر اعتدالگرای یک کشور اسلامی، او را در بهترین حالت به یک متحد غیر قابل اعتماد برای آمریکا و سایر کشورهای غربی تبدیل می‌کرد. آمریکایی‌ها همچنین از بی‌نظمی‌های داخلی پاکستان خسته شده بودند و پس از ترور بی‌نظیر بوتو، حمایت خود را از پرویز مشرف به شدت کاهش دادند. بنابراین پس از پیروزی مخالفان مشرف در انتخابات سال 2008 او از پاکستان به لندن فرار کرد. با این وجود او همچنان یک بازیگر مهم در عرصه سیاست پاکستان بود و به همین دلیل در سال 2013 به کشورش بازگشت. اما با حمایت اندک مردم، شکایت‌های متعدد، رد صلاحیت در انتخابات و همچنین اتهام همدستی در قتل بی‌نظیر بوتو روبرو شد. در نهایت مشرف با کمک همرزمان ارتشی سابق خود در سال 2016 به بهانه انجام درمان‌های پزشکی به دبی رفت و دیگر به پاکستان برنگشت و ابتدای هفته جاری یعنی 16 بهمن 1401 بر اثر بیماری درگذشت. پاکستانی‌ها مختارن که از دیکتاتوری پرویز مشرف به نیکی یاد کنند و یا میان او و سایر رهبران دیکتاتور خود تفاوتی قائل نشوند. اما پرویز مشرف علی‌رغم تمام کاستی‌هایش بیش از هر زمان دیگری رابطه پاکستان و هند را بهبود بخشید، اهمیت نقش ژئوپلیتیکی پاکستان را افزایش داد و به آزادی رسانه‌ها و زنان کشورش بیش از هر دیکتاتور دیگری احترام گذاشت.